اینک در آسمان شمال لرزان به طرف کوهی به نام میش پرور پیش می رویم. شاید به دلیل وجود چراگاه های فراوان و چرای گله های گوسفند یا میش، مردم این کوه را میش پرور نام نهادند. میش پرور کوهی است در کنار رشته کوه عظیم گرین. گرین همچون دیواری طبیعی در شمال لرستان یکی از رشته کوه های مهم در زاگرس میانی است و اینک ما بر فراز کوه ها به روستای ونایی می رسیم. روستایی به نام در منطقه، روستایی سبز و پر آب با مردمی تلاشگر نشسته بر حاشیه سبز گرین. این دره سبز و آباد با مزارع و باغ‌های فراوان یکی از روستاهای پرمحصول را در دل خود جای داده است. روستایی با مردمانی آشنا با کار و تلاش و کوشش. سه برادر به نام‌های غلام حسین، حاج علی نقی و حاج حسین آقا در این منطقه دست در دست هم به آبادانی این دیار مشغولند. آنها سالها پیش باغ بزرگی از گردو بنا نهادند که امسال به بار نشسته است. این سه برادر با دستان خیش زمین را هموار کرده و نهال به نهال تمام دره را گردو کاشتند و بسیار نیز سودمند گشتند. و این گنجی است که آنها با تلاش و تفکر به آن دست یافتند. چه بسا اگر این سه برادر تلاش نمی کردند، الان این باغ‌های گردو اصلا وجود نداشت. آنها به پیرایش و نگهداری درختان می پردازند و از درختان همچون فرزندان خود مراقبت می کنند.
گرین منبع طبیعی برای ذخیره آب است و این سه برادر از 7 کیلومتر دورتر آب گرین را لوله کشی کرده تا به هدف خیش دست یابند. آنها اینک می دانند که این آب هیچ وقت قطع نمی شود، چرا که گرین همیشه پر از برف است. آنها آب لوله کشی شده را همچون جواهر با ارزش می دانند. این استخر کوچک علاوه بر ذخیره آب لوله کشی شده از گرین، محلی است که برادران در آن به پرورش ماهی می پردازند. آب سرریز شده از استخر برای زراعت و سیراب کردن درختان گردو هدایت می شود و بدین شکل آب سخت به دست آمده را به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار می دهند. کمی پایین تر سرابی هست که با آن سراب دروغگو میگویند. آب این سراب همیشگی نیست، البته نه بدین معنا که یک فصل آب داشته باشد و یک فصل نه، بلکه آب این سرچشمه یک هفته هست و یک هفته دیگر نیست. پس چیزی که همیشگی نیست نمیتوان به آن اعتماد کرد و مردم منطقه میدانند که این سراب برای کشاورزی اصلا مناسب نیست. اینها به شکل دیگری از نعمتهای خدادادی و از گنجهای طبیعی لرستان بهره میبرند. آنها کوه گرین را همچون کف دستشان میشناسند و میدانند که گیاهان دارویی در کدام منطقه میرویند و این دو اینک با توشهی پر از گرین باز میگردند. آنها گیاهان دارویی را به شهر میآورند و به فروش میرسانند و از این طریق به امرار معاش میپردازند. هر جا که آب باشد آبادانی نیز هست و این پرندگان به شوق این همه سبز و آب به آواز در آمدند. اینها هم بخشی از این طبیعت زیبای خداوندی هستند. اینجا نقطه آغاز رودخانه سیلاخور است، سراب ونایی، سرابی پر آب و بسیار معروف در منطقه. بخش عظیمی از آب و مورد نیاز منطقه از این سرچشمه همیشه جوشنده تأمین می‌گردد. آب آشامیدنی شهرستان بروجرد نیز از همین سرچشمه تأمین می‌شود و اهمیت این سراب شاید بیشتر به همین خاطر است. ریحان وحشی یا به اصطلاح محلی بلمک یکی از گیاهان معطری است که بیشتر در سرچشمه ها و در آبهای زلال می روید. بلمک سبزی معطر و خوشمزه می باشد که بسیاری از مردم از آن بر سر سفره های خود گذاشت و از این نعمت خدادادی استفاده می کنند.
وجود باغ‌های فراوان و سرسبز، درختان کهن و آبادانی موجود در این منطقه همه و همه حاصل وجود این سرچشمه پرآب و جوشان است. اگرچه بخش عظیمی از آب این سرچشمه به هدر می رود، اما از این آب استفاده های بسیاری نیز برده می شود. این یک پروژه در حال ساخت تکثیر ماهی است. این پروژه با وجود امکانات طبیعی همچون آب و هوای مناسب، تابستانی نچندان گرم و زمستانی نسبتاً سرد در صورت تکمیل میتواند ماهی مورد نیاز تمام پرورشگاه های ماهی استان را تأمین نماید. با توجه به سرپوشیده بودن این مجتمع، این مهم قابل دسترسی است و در این صورت علاوه بر ایجاد اشتغال برای جوانان استان، میتواند منبع درآمد خوبی برای مردم این منطقه نیز باشد. حمایت دولت از تعاونی‌های کوچک مردمی میتواند علاوه بر استفاده صحیح از منابع موجود در شهرها و روستاها برای مردم ایجاد درآمد و اشتغال نماید و این پروژه نیز در صورت تکمیل و حمایت دولت میتواند منبع درآمد خوبی برای مردم این روستا باشد. اینجا روستای ونایی است، زادگاه زعیم عالی قدر مسلمین در دهه‌های گذشته، حضرت آیت الله عظمی بروجردی، روستایی در دل کوههای گرین. به واسطه وجود منابع زیاد درآمد، این روستا مثل اکثر روستاهای لرستان چهره‌ای فقیر و گلی ندارد. خانه‌ها با مصالح مورد استفاده در شهرها ساخته شده‌اند و مردم زندگی به سان اهالی شهر دارند. یکی از محصولات تولیدی بسیار معروف ونایی خیارشور است. بسیاری از مردم این روستا به این صنعت تبدیلی روی آوردند. آنها خیار تولید شده دشت سیلاخور را به خیارشور تبدیل می کنند و بدین صورت به کسب درآمد می پردازند. این جوان نیز خود آستین همت بالا زده و این کارگاه تولید خیارشور را راه اندازی کرده است. بنایی را ترک میکنیم و به سمت بروجرد آسمان را میشکافیم. زیر پای ما دشتی سبز و خرم آرام گرفته است. گلدشت. گلدشت یکی از مناطق بسیار زیبای این منطقه و حتی استان است. وجود باغ‌های سیب، انگور، گلابی و سایر میوه‌جات و همچنین مزارع سیفیجات نشان از تلاش شبانه روزی مردم منطقه دارد. این منطقه در گذشته های دور سرشارترین مناطق را داشته که با اسکان مردم و آغاز زندگی بشر رفته رفته تغییر شکل داده است. آب و هوای بسیار دلنشین، وجود باغات و مزارع و آب فراوان گلدشت را به یکی از دیدنی ترین مناطق لرستان تبدیل کرده است. وجود خانه های با سقف های شیروانی هر بیننده ای را به اشتباه می اندازد که اینجا شمال کشور است یا جای دیگری. سقف های شیروانی نشانگر بارندگی زیاد در این منطقه است.
اینجا نیز از لحاظ بارندگی در حد بسیار مطلوبی است، به طوری که این منطقه به یکی از تفرجگاه های مهم و جذاب بدل شده است و همیشه در روزها و فصلهای مختلف سال خانواده های زیادی برای گردش و تفریح اینجا می آیند. در واقع گلدشت یک پارک طبیعی است که پذیرای همیشگی دوستداران طبیعت است. گلدشت در صورت ایجاد امکانات رفاهی مورد نیاز می تواند یکی از نقاط دیدنی برای گردشگران داخلی و خارجی باشد. مردم را با شادمانیشان در گلدشت به حال خود می‌گذاریم. ما اینک در منطقه کمالوند هستیم، منطقه‌ای که بیش از هر چیزی انگور آن شهرت دارد. تاکستان‌های کمالوند یکی از مرغوب‌ترین انگورهای کشور را تولید می‌کند، اما افسوس که میزان آن بسیار کم است. سیب و گردو و انار و انجیر و اینک انگور. ما در کنار بوستان انگور توقف کردیم. این مرد کشاورز امسال انگورکار نمونه معرفی شده است. نظم موجود در باغ او نشانگر دقت، مسئولیت و تلاش اوست. اینجا حتی پسته نیز کاشتند و عجب اینکه محصول خوبی هم دارد. انگار در این خاک هرچه بکاری ثمر می‌دهد. مردم نیز به تجربه دریافتند که هر کجا آب بود، خاک حاصلخیز بود و هوا معتدل، می توانند کاشت انواع درخت و گیاه را امتحان کنند و به نتیجه برسانند. زعفران خراسان را در سیلاخور می کارند، برنج شمال را در ویسیان، انار ساوه را در سیاب، انگور آذربایجان را در کمالوند و اینک پسته رفسنجان را در گریت کاشتند. گوین که گفتند لرستان ایران کوچکی است، بر همین اساس بوده است. این دشت ها بیشتر برای کاشت غلاتی نظیر گندم و جو و نیز حبوباتی همچون نخود مورد استفاده قرار می گیرند. کشت دیم در این منطقه بیشتر از کشت آبی رواج دارد، در حالی که آب در دره های این منطقه جاری است.
در ادامه سفر به یک روستای بزرگ، یک شهرک میرسیم. این روستا سردار آباد نام دارد. روستای بزرگ و آباد، روستایی در آستانه شهر شدن. در این روستا یک استبل بزرگ پرورش اسب وجود دارد. دکتر قلاوند استاد دانشگاه تهران با تلاش بسیار این استبل را راه اندازی کرده و در آن اقدام به پرورش اسب‌های مسابقه می نماید. اسب در زندگی انسان همواره جایگاه خاصی داشته است، خصوصا در زندگی مردم لر که به نقلی اولین رام کنندگان بودند. در دوره‌های نیز کاسیان به پرورش و تجارت اسب پرداختند و درآمد بسیاری نیز کسب کردند. دکتر قلاوند خوب می‌داند اسب نژاد لری اسبی بسیار مناسب برای میدان‌های مسابقه است. او همچنین می‌داند که لرستان با توجه به وضعیت آب و هوایی و پوشش گیاهی منطقه‌ای بسیار مناسب برای پرورش اسب مسابقه است. او با پرورش هر رأس اسب مقدار زیادی سود می‌برد. در واقع او علاوه بر امکانات مادی از تجربه و دانش خود در ارتباط با اسب بهره می‌برد و بدین سان به شغل مورد علاقه خود پرداخته و کسب درآمد نیز می کند. سردار آباد روستایی با درآمد متنوع و حتی متفاوت از کاشت انگور تا پرورش اسب، شغل‌هایی است که این مردم برای امرار معاش خویش برگزیدند. یکی از جوانان این روستا اقدام به احداث یک مزرعه تولید نهال زیتون کرده است. او بذر زیتون را در خاک می‌کارد و در فضای گلخانه‌ای آنها را نگهداری کرده و سپس به مجریان طرح توبا، طرح سبز توبا، در واقع با دو هدف حفظ محیط زیست و تولید محصولات کشاورزی و در کنار اینها اشتغال در حال اجرا شدن است. این مزرعه زیتون اینک چند تن از اهالی روستا را شاغل کرده است و در کنار آن به پیشرفت طرح توبا نیز کمک می‌کند. فکر کاش زیتون در مناطق معتدل لرستان ریشه در گذشته هایی نچندان دور دارد. شباهت آب و هوایی این مناطق با سواحل مدیترانه باعث ایجاد این فکر شده است و اینک در حال عملی شدن است. به امید روزی که این نهال ها در کوه پایه های لرستان محصول خوب و مرغوبی بدهند و بدین طریق به توسعه و اقتصاد کشور کمک نمایند. بیشک هیچ تلاشی بی ثمر نخواهد بود اگر با برنامه ریزی همراه باشد. طرح توبا نیز طرح مدرن و برنامه ریزی شده است. این جوان زیتونکار امید دارد روزی نچندان دور تمام کوهپایه های این منطقه پوشیده از زیتون باشد. او میگوید ما میتوانیم در لرستان بین بلوط و زیتون عقد اخوت بخوانیم. همچنین میگوید که آرزوها و رؤیاهای بزرگی در سر دارد که هنوز برای طرحشان زمان مناسب فرا نرسیده است.
سردار آباد را با اسب‌ها و زیتون‌هایش رها می‌کنیم و به قصد دیدن آبشارهای گرید آسمان منطقه را می‌شکافیم و بر فراز تپه‌ها و کوه‌های پوشیده از بلود به رودخانه گرید می‌رسیم. رودخانه‌ای که در عمق دره شیبدار جاری است و عشایر کوش رو با سیاه چادرهایشان آنجا اردو زدند. ما از الشتر بین سو سیاه چادر عشایر را ندیدیم. اینک دوباره آنان را در کنار رودخانه گرید مشاهده می‌کنیم. عشایر کوچ رو در واقع خوشنشینانی هستند که برای زندگی بهترین نقاط کوهستان را برمی‌گزینند و اینک عده‌ای از آنها در کنار مجموعه آبشارهای زیبای گرید سکنا گزیدند، سکنایی که چند ماهی بیش طول نمی‌کشد. گرید در جغرافیای طبیعی لرستان نامی آشناست. زیبایی بکر خداوندی در این منطقه به حد اعلای خود میرسد. وجود آبشارهای سگانه بر سر راه رودخانه گرید زیبایی خارق العاده ایجاد کرده است. این منطقه از لرستان با این طبیعت زیبا و جغرافیای دلنگیز میتواند یکی از مناطق مهم جذب گردشگران داخلی و خارجی باشد. گردشگری این صنعت نوپا اینک یکی از صنایع کم هزینه و پرسود در دنیاست. در لرستان نیز ایجاد راه مناسب و امکانات رفاهی برای اقامت چند روزه میتواند حداقل بسیاری از گردشگران را به این منطقه بکشد. وجود آبشارهای زیبا، آب و هوای دلنگیز، درختان سبز و کهنسال و زیبایی‌های بکر خداوندی همه و همه مجموعی از جاذبه‌های گردشگری ایجاد کردند که می‌توانند در صورت برنامه‌ریزی منبع خوبی برای تأمین درآمد باشند. گرید نیز گنجی است، از مجموعه گنج‌های گمنامی لرستان. باشد که این گنج‌ها از گمنامی به در آیند. با این امید سفرمان را به این منطقه از لرستان به پایان می‌بریم و با گرید و
وداع می‌گوییم.